دوازده سال جنگ بی تعریف آمریکا با طالبان. طالبان تروریستان بین المللی یا شورشیان داخلی؟ جیمز دابنز میگوید افغانستان در حال حاضر درگیر جنگ داخلی است. Well, there already is of course a civil war in Afghanistan. رد و بدل کلمات نامناسب میان اوباما و پوتین در نشست 20. سلام و وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماس یواش خوش آمدید. فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان جیمز دابنز گفته افغانستان در حال حاضر درگیر جنگ داخلی است. آقای دابنز گفته در افغانستان البته همین حالا جنگ داخلی جریان دارد. پس پرسش اصلی این است که آیا این جنگ داخلی تشدید می‌یابد یا خیر؟ به نظرم این تصور بیش از حد خوشبینانه خواهد بود که گویا مذاکرات صلح سبب آوردن صلح پیش از پایان سال 2014 می‌شود. فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در مورد دفتر طالبان در قطر که به بنبست کشیده افزوده، به نظرم طالبان به خاطر این که به نحوی مجبور به پایین کشیدن پرچم و دور نمودن تابلوی دفترشان که در آن دفتر امارت اسلامی نوشته شده بود شدند، تا حدی احساس اهانت می کنند و در نتیجه تمایلی به انجام مذاکرات که روی آن توافق صورت گرفته بود نشان نمی دهند. سخنگوی رئیس جمهور کرزای با رد سخنان آقای دابنز تاکید نموده اگر افغانستان واقعا درگیر جنگ داخلی است، پس به این معناست که آمریکا در طی بیش از 10 سال گذشته در افغانستان سرگرم جنگ با تروریسم نه، بلکه در جنگ داخلی افغانستان سهم داشته و حضور این کشور نیز سبب تشدید جنگ داخلی در افغانستان گردیده است. اما چرا 12 سال پس از حمله آمریکا برای سرنگونی طالبان این گروه از یک جریان تروریستی به جنگجویان داخلی در سیاست آمریکا تغییر می کند؟ داود کلکانی عضو مجلس نمایندگان و امین فرهنگ تحلیلگر مسائل سیاسی برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای کلکانی، در این 12 سال واقعا آمریکا مصروف جنگ با ترور بوده یا در جنگ داخلی افغانستان درگیر بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان محترم تلویزیون و حاضرین محترم. متاسفانه موضع‌گیری فعلی نماینده ایالات متحده آمریکا غیر واقع بینانه هست در قضیه افغانستان، به خاطر از اینکه مردم افغانستان و جهانیان شاهد از این هستند که افغانستان در یک جنگ داخلی نه، بلکه در یک جنگ بین المللی قرار دارند. به این معنا که ما فعلا در افغانستان جنگی که جریان داره و میبینیم که در اینجا چچینی ها وجود داره، ازبک ها وجود داره، پاکستانی ها وجود داره، عرب ها وجود داره و بالاخره از این طرف جامعه جهانی با تمام قوت و 50 کشور حضور نظامی دارند. بنان این جنگ جنگ داخلی نبوده است و نه هست و در آینده بوده است، در پیشتر بوده است. یعنی به این معنا که افغانستان دوچار یا مبتلا بر یک جنگ جهانیه که دو طرف جنگ اصلا افغان ها نیستن. اگر ما ببینیم، شما هر روز شاهد هستین که در افغانستان اتباع خارجی کشته میشن، با وجود که افغان ها کشته میشن، اتباع خارجی هم کشته میشن. یک روز میبینیم پاکستانی کشته میشه، یک روز چچینی کشته میشه، یک روز عرب کشته میشه و هم یک روز هم امریکایی و سایر قوت هایی که در طرف مقابل تروریست ها میجنگن. بنابراین جنگ افغانستان یک جنگ بین المللی هست و این موضعی که فعلا نماینده امریکا گفت. فکر میکنین چرا آقای دابنز میگه که جنگ افغانستان در حال حاضر در افغانستان جنگ داخلی جریان داره؟ فکر میکنین آقای دابنز میخواد چی بگه؟ اصلا ما متاسفانه موضع گیری های دولت افغانستان و دولت ایالات متحده امریکا را موضع گیری های مقطعی و عکس العملی میدانم. به این معنا که اونا هم به خاطر به دست آوردن بعضی از اهداف خود حرکات و پالیسی های مقطعی را اتخاذ میکنن و همچنان دولت افغانستان هم در بعضی مواقع سیاست های مقطعی را دنبال میکنن. ولی فکر نمیکنین که این سیاست ایالات متحده آمریکا در برابر طالبان تغییر یافته؟ حالا اصلا اونا میخوان پیش از این آقای بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که طالبان دشمنان آمریکا نیست. خیلی واضح. اصلا وقتی که شما به یاد دارین که 11 سپتامبر وقتی که ایالات متحده آمریکا مورد حمله قرار میگیره، این در افغانستان طالبان سر قدرت بودن و القاعده در زیر بال طالبا و در جمع با طالبا با ایالات متحده آمریکا حمله کردند. فلهذا ما این میدانیم که جنگ طالبا یک بخش
کوچکی از جنگ افغانستان است. ما طالبان را یک جریان سیاسی نه بلکه یک حلقه مزدور بر آیسای پاکستان میدانیم. یعنی جنگ استخباراتی است که از کشورهای همسایه ما متاسفانه بالای افغانستان تحمیل میشه. یعنی در وقتی که طالبان در افغانستان قدرت هم داشتن و سلطه دستشان بود، مقاومتی که در برابر طالبان قرار داشت، طالبان در جمع با فوج پاکستان بالای افغانستان حمله میکنند. یعنی اگر ما اینطور احساس بکنیم و فکر بکنیم که جنگ افغانستان در واقع جنگ همسایه ها، جنگ منطقه و بالاخره جنگ جهانی است. آقای فرهنگ، فکر میکنین که چرا ایالات متحده آمریکا را در 12 سال در اول طالبان را یک گروه تروریستی خواند و حمله کرد به افغانستان، حالا میگه این یک جنگ داخلی در افغانستان جریان دارد؟ واقعا چه جریان دارد در سیاست ایالات متحده آمریکا؟ با عرض سلام به شما و سلام بر شما میهمان گرامی و همچنان تمام بینندگان محترم، بهتر بود که آقای جیمز دابنز قبل از اینکه حروف زده بود یک بار به تاریخ کشور خود مراجعه میکرد که در قرن 18 بود که جنگ داخلی خود آمریکا جریان داشت، شمال و جنوب با هم جنگ میکردند و یک فاجعه کلان بود که اونور جنگ داخلی میگن که یک ملت در دو طرف تقسیم شده بودند، با هم می جنگیدند برای اینکه بالاخره زمامداران پیدا شدند، رقم ابراهام لینکلن و دیگه و دیگه، تا بالاخره تانستن که وحدت امریکا را تامین کنند. او را جنگ داخلی میگن، نه ای که تروریست ها از خارج به افغانستان بیان و در اینجا جایگزین شوند، مثل که آقای کلاکانی گفت از اینجا مرکز خود قرار بتن، سر ایالات متحده امریکا حمله کنند، او را تخریب کنند و ایالات متحده امریکا بیاید و اول اختار بتابوید که تا اینی وقت اگر شما بر طالبا، اگر شما اسامه بن لادن بر ما تسلیم ندادین، ما پاکستان بر پاکستان اختار میده که اگر اسامه بن لادن طالبا بر ما تحویل ندادین، ما پاکستان به قرون وسطا میبریم و افغانستان تحویل میکنیم. و امو بود که بیکار شد. فلهذا در او وقت جنگ داخلی نبود، در او وقت مستقیم خودش درگیر جنگ با تروریسم اعلام کرد، و این به سالها دوام کرد جنگ با تروریسم. این موضوعات که روز به روز وقتی که حاد شد و آیستایسه امریکا و متحدینش دیدن که در جنگ که فعلا جریان داره در افغانستان و یک سری از این به دست پاکستان است، خود در اینجا پاکستان هم تقریبا نقش خود داشته، اینجا آیستایسه برزی که حال خود را از امون مکلفیتی که در مقابل از دارن آیستایسه بیرون بکشن، این می خواهند که یک قسم جنگ داخلی افغانستان جلوه بتن که یک جنگ داخلی افغانستان. جنگ داخلی رو من پیشتر گفتم که دایالت امریکا بود، ایالات متحده امریکا بود، یا فرض میکنید وقتی که مجاهدین به افغانستان آمدن به سر جنگ قدرت بین تنظیم‌ها جنگ شروع شد. او رو ما اگر جنگ داخلی گفتم میتونیم، اما قبل از دولت کمونیست ها که بودن جنگ داخلی در افغانستان نبود، برای اینکه ملت افغانستان تماما قیام کرده بود در مقابل یک رژیم غیر قانونی تحمیل شده. و بعد از او از روزی که یاری نوامد تا به امروز ما بین افغانستان هیچ گپی نیست، تمام گروپ ها میاین خارج فرنگ. شما میگین که ایالات متحده داره صورت حساب پاک میکنه با افغانستان برای اینکه پایش را از این منجلاب بیرون بکشه و میگه که جنگ داخلی است، بگذار مردم افغانستان به جان هم. ایالات متحده امریکا با یک سلسله چالبازی های نوی که از اداره فعلی از این نشد کرده، از این اداره اوباما، اینا در مسائل مختلفه حتی مسئله سوریه هم دیگه بار آدم میتونه بحث کنه که اونجا چی نقش بازی میکنن. اینا تمام توجهشان به میز که چطور خود از این منجلاب خلاص کنیم و تمام مسئولیت ها رو بالای افغان ها پرتیم. فکر میکنین چون این چیز امکان داره که ایالات متحده آمریکا بیایه و بگه که حالا دیگه طالبان تروریست نیستن، بگذارین اینها مسئله را خودشان حل بکنن در درون افغانستان، امکان داره در سطح دنیا چون این چیز را بقبولانن؟ مکه وقتی که اتور بیانات غیر مسئولانه را بدون از این که بر عمق موضوع ما داخل شوند و پس منظر از این از اول تا به آخر مطالعه کنند، همینطور گپا را هر روز با میدان می اندازند، من از این بسیار تعجب نخواد کردم که فردا می امریکایی اعلان کنند که مثل که گفتند جو بایدن گفت که طالبان دشمنای ما نیست، بگوین که دیگر ما امرای طالبان و که هیچ کس جنگ نداریم، شما افغان ها می دانین، کارتان می دانین، خداحافظ ما رفتیم، در حالی که در آغاز اطور نکردن. اگر ما آغاز هم اطور می گفت شاید ما طالب را یک رای حل بر خود پیدا می کردیم، اما آمدن بسیار در این مدت 13 سال تا وقتی که پس برن 14 سال میشه در افغانستان اگر یک چیزی ساخته شد، اما بسیار چیزها خراب هم شد.
از نظر معنوی، از نظر ساختمان اجتماعی افغانستان و غیره و غیره و این کل مسئولیتش به گردن ایالات متحده آمریکا میفته که اگر نکته پس بطور ایلا کنه. امروز تصادفی ما یک چیز رو مطالعه میکردم که یادم آمد از گفتار تونی بلیر که اینم در سالهای اول در سال 2002 گفته بود و از امریکای خودشان که ما افغانستان رو مثل سالهای 90 دیگر او اشتباه رو نمی کنیم فراموش نمی کنیم. ولی این سخن معلوم میده که امو گپامیارشان رفته می خواهند که مملکت ایلا بتن و مسئولیت ها رو کلش به دو شما پرتن و بگوین خود شما میدن این کارتان میدن در حالی که موضوع موضوع بین المللی است. موضوعی است که جهان را فرا گرفته روز به روز در هر جای تروریسم سر بالا میکنه و تخریب کرده میره ولی آزا اگر یا پای خود میکشد بسیار دیگه ناتوانی مطلقشان را نشان میده. آقای کلکانی شما معتقد هستین که دولت افغانستان هم بخشی از این مسئله که حالا آقای دوینز مطرح کرده دولت افغانستان هم به ویژه رئیس جمهور کرزای هم نقش داشته در این مثلا آقای کرزای چند وقت پیش مطرح کردند که بسیار خوشحال هستیم که حکومت آمریکا اعلام کرده که طالبان دشمن آنها نیستند ما در مورد این خبر بسیار خوشحال هستیم که دیگر بهانه اذیت درد و کشتن مردم افغانستان گم خواهد شد آقای کرزای بار بار طالبان را برادر میخوانه و استقبال هم کرده از اینکه حالا دشمن آمریکا نیست اما قبلا هم تذکر دادم متاسفانه دولت افغانستان با سیاست های مقطعی خود راه را از خود هم و از جامعه جهانی هم گم کرده است به این معنا که خود سیاست های مقطعی دولت افغانستان که یک روز طالب برادر ماست یک روز هم دشمن ما یک روز پاکستان دشمن ما است و یک روز دیگه برادر ما است یعنی خود سردرگمی در سیاست پالیسی و سیاست روابط خارجی افغانستان باعث از این شده است که دولت هایی که در افغانستان حضور نظامی دارن و اونا به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان آمدن متاسفانه از پیش از اونا هم راه را گم کردیم یک مسئله مسئله دوم کشورهای خارجی و در خصوص ایالات متحده آمریکا اونا به خاطر از اینکه عکس العمل نشان بتن در مقابل دولت افغانستان این عکس العمل پالیسیه که دولت افغانستان میگره اینا عکس العمل نشان میدن که دولت افغانستان در گپای خودش محکوم بسازن یعنی به اینا که وقتی که دولت افغانستان میگه طالبا برادر ماست وقتی که میگن که ما طالبا دوست ماست اونا هم میگن که شما طالبا که دوستتون است از ما دشمن ما نیست و اصلا موضوع به این برمیگرده که متاسفانه دولت افغانستان در معاهده استراتژیک امنیتی تعلل میکنه و در این مسئله زودتر تصمیم نمیگره خارجی ها میخواین و بالخصوص ایالات متحده آمریکا که با اشکال انواع مختلف بالای دولت افغانستان فشار وارد بکنه که تا این معاهده را امضا بکنه یعنی این آقای کرزای بار مطرح کرده بود که طالبان در خدمت آمریکا هستند اعمالی را که انجام میتن بر نفع آمریکایی هاست اگر ما سابقه طالبا را طالبا جیران سیاسی نیستند کدام حزب سیاسی مطرحی که دارای یک اساسنامه داره یک پروگرام دارای یک برنامه داشت باشن نیستن طالب ها توسط آیسای پاکستان که با وجود آمدن در افغانستان حضور پیدا کردن و ما آیسای در عصر فعلی یکی از اقمار سیاهی می دانیم یعنی به این معنا که آیسای یکی از اقمار سیاهی در منطقه بازی کردن بنان با این حساب ما میتونیم بگوییم که طالبا یکی از پروژه های آیسای با تبانی با سیای امریکا به وجود آمد و به خاطر از اینکه اهداف اینجا تعقیب بکنن ولی در این اواخر ما میبینیم که ولی شما در سال 2001 میلادی شاهد بودین پس از حوادث 11 سپتامبر که سرنگون کرد امریکا وقتی حالا شما میبینین حالا میبینین که کسایی که طالبا و توریستا رو ایجاد کردن پیدا کردندش اونا خودشان هم فعلا در گروه جنجال ها و مشکل های از او ماندن حالا خود پاکستان میبینید تلفاتی که در پاکستان است به مراتب بالاتر از تلفات در افغانستان است تهدیدایی که در پاکستان وجود داره بالاتر از تهدیدایی است که در افغانستان وجود داره بنان شما میبینید که اینها مارها را آوردن تربیه کردن در صندوق ها نگاه کردن آل مارها از پیششان یاغی شده است به این طرف به اون طرف خودشان هم نیش میزنه ملت افغانستان هم نیش میزنه و منافعشان هم نیش میزنه بنان ما به این باور هستیم که
طالب ها یک جریان سیاسی نه بلکه ساخته دستگاه استخبارات منطقه و همسایه‌های ما هستند که در این تبانی ایالات متحده آمریکا هم در ابتدا شریک بوده است. پس حالا ایالات متحده آمریکا با این حرفای آقای دابنز میخواهد پرده پوشی بکند از اصلا اگر اونا درک بکنن. ببین وقتی که ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو به افغانستان حضور نظامی پیدا میکنن، اینا به اساس فیصله شورای امنیت ملل متحد به افغانستان میان. اگر اینجا جنگ داخلی بود، ضرورت به چی بود که شورای امنیت ملل متحد تصمیم بگیره و 50 مملکت و بالاخره ناتو را وظیفه بده که در مقابل تروریست‌ها مبارزه بکنه؟ بنان اینا به خاطر از اینکه آلا بتونن اهداف کینا تعیین کرده بودن که عبارت از تروریسم با مبارزه با تروریسم، آوردن صلح در افغانستان، حکومت داری خوب و انکشاف و بازسازی و توسعه در افغانستان است. این سه گل که اینا تعیین کردن با یک گل نارسیده، اینا دوباره از افغانستان میبرن و عودت میکنن. فلهاز به خاطر از اینکه بر افکار عمومی خود، بر مردم خود اینا یک سند پیدا بکنن، میگن که در افغانستان جنگ داخلی است، در حالی که اینا آمده بودن با یک ماموریت بین المللی و به خاطر از بین بردن توریسم و توریسم جهانی و جنگ جهانی بوده است. بله آقای فرهنگ، با این سخنان آقای دابنز در یک مورد دیگه اشاره میکنه که طالبان پس از اینکه پرچمشان پایین آورده شد و تابلویشان بیرون شد از سر دفترشان، به نحوی اسم میکنن اهانت شده به اینا. فکر میکنین که با این سخنان آقای دابنز یک نوع مشروعیت برای جریان طالبان نمیته در حال حاضر؟ بکلی این کار دفعه اول نیست که میکنن، چندین باری کار کردن. مسئله عزیز که امی اداره موقت 12 سال قبل بعد از دوره انتقالی، بعد از دوره حکومات انتخابی، پارلمان و غیره، دستاوردهای کلی که ما در این مدت داشتیم، این کل از این برزیمی بود که اگر افغانستان واحد با بیرق واحد، با تمام دستگاه اداری و سیاسی واحد در دنیا وجود داره که همه هویت ملی خود را داره و بین المللی خود را داره و ایره در جهان معرفی کرده. آله در پالوی ازو دفتن یک بیرق دیگه، یک علامه دیگه و یک گروه دیگه بیاین و از عین ملت و از عین مردم نمایندگی کنه. یک دوگانگی مطلق سیاسی رو نشان میده و آدم اینجا میبینه که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا که ادعای زیر داره که ما به حیث یک ابرقدرت جهان رو باید نظم کنیم، حتی در مسئله سوریه میگن که چون اونجا استعمال شده مواد کیمیایی باید در اونجا ما اخلاقا مداخله کنیم، یک دفعه اینمیتونه یک کشور، اینمیتونه یک ابرقدرت میگه که همه چیز فراموش، اینمی گروه که آمده یه باید به حیث یک از طرفین، به حیث یک قدرت داخلی افغانستان همراه حکومت افغانستان بشینه، از خود تمام علایم خود داشته باشه. یعنی افغانستان از نقطه نظر فکری، از نقطه نظر معنوی وقت از برای خود تقسیم کردن. فکر میکنید چه تأثیر حالا نه از نظر اصول روابط بین الملل، چون ایالات متحده آمریکا سیاست برتر را داره در کل، از نظر اخلاقی چه تأثیری در سطح بین الملل خواهد گذاشت این سیاست های دوگانه حالا چندگانی ایالات متحده آمریکا در افغانستان؟ متاسفانه به شما بگویم که ما در این کنفرانس دیروز و پریروز که در سن پترزبرگ شد، در چی، در روسیه و در اونجا نشست G20، بله G20، در اونجا وقتی که نه با هم صحبت کردند، در اونجا دیدیم که تا کدام اندازه در مسائل بین ازنا اختلاف نظر موجود است. اما یک قسمت بیشتر کشورهای G20 تناونه که حتی همین کشورهایی که به افغانستان آمدن و جامعه اروپایی به شمول ملل متحد، اکثریت از اینا طرف ایالات متحده آمریکا میبینند. چیزی که امو گفت بغیر، اگر ظاهرا مثلا میگن که خب، یعنی اگر بگویه که طالبان دیگر تروریست نیست، اونها هم اونا هم اهمیت تعقیب میکنن. یاد شما باشه اونها تابع سیاست امریکا هستند. همه امروز شما شنیدین که حکومت فرانسه خو گفت، حکومت آلمان هم گفت که سیاست که امریکا در سوریه پیش ببره ما هم برو اعلان میدیم، امروز تعقیب میکنیم، امروز کمک میکنیم. ولی حالا وقتی که در اتر مسائل که طالبان باید یک بیرق علایده داشته باشند، دفتر داشته باشند، از خود یک علایمی داشته باشند و از خود بحیث یعنی یک نماینده ملت افغانستان و هم بیاین در یک
مذاکره با حکومت افغانستان که تمام دنیای رو به رسمیت شناخته یک جای بشینن، دنیا باز میبینه میگه که یا یک معضله بین خودتان است، بین ما بین خود حل کنین و ما دیم سیزده سوال. ولی آقای فرنگ میمانه سوال اون شعارهای کلان کلان مثل حقوق بشر، دموکراسی، انتخابات، حقوق زنان و در این قسمت این همه که در قبضه مبارزه با تروریسم اینا چی میشه؟ یک نقطه برای شما میگم، وقتی که شما ایالات متحده آمریکا را و مخصوصا شما سیاست طولانی‌مدت تزیر بعد از جنگ دوم جهانی تا امروز ببینید، در هر جایی که منافعش ایجاب کرده، اگر یک رژیم دیکتاتوری بوده و منافعش تامین کرده، اون رژیم دیکتاتوری تا آخر حمایت کرده و پشت دموکراسی نگشته. و جای دیگه ما این مثالش داریم، در پاکستان بارها کار شده او را حمایت کرده رژیم دیکتاتوری. و در یک جای دیگه وقتی دیده که یک رژیم دموکراسی است، اما امور رژیم دموکراسی بر علیه مثل که در چیلی کرد بر علیه منافع آمریکا کار میکنه، بر خود کار میکنه مملکت خود، اما مالش و فعالیتش بر یعنی بر ضد منافع آمریکاست، اما رژیم دموکراسی را از بین میبره، او را جانشینش و تعویض میکنه با یک رژیم دیکتاتوری. از او خاطر منافع خود را در راست قرار میده و همین گفتار آقای دابنز هم این متر یک چیز است. در حقیقت حالی منافعش ایجاب زیر میکنه که تمام مسئولیت ها را بالای افغان ها پرته، ایر جنگ داخلی جلو بته و بسیار از آغاز تا به حال بگه که کارهایی که ما کردیم یک خواستیم که برای شما یک کمک کنیم، حالا که نشد دیگه خودتان میدانند، کارتان میدانند و این کلانترین مسئولیت تاریخی را به دوش خود میگیرند. با آقای کلکانی، فکر میکنین باید دست شست از همه این دستاوردها و منتظر بود که طالبان را آمریکایی ها حالا بار یک بهانه دیگه وارد بسازند در میدان بازی افغانستان؟ اصلا گپ خوب قسمی است که ما در افغانستان تا فعلا که جنگ جریان داشته، قسمی که فرهنگ صاحب قبلا هم گفت، اگر جنگ با روسا بود جنگ افغان ها نبود، جنگ جهانی بود. روسا با افغانستان آمد و حالا اگر توریست ها هستند در افغانستان آمدین، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، کشورهای دور نزدیک با اونا همکاری میکنن و جنگ جنگ داخلی نیست. اگر این جنگ جنگ داخلی می بود، بنان ایالات متحده آمریکا، ناتو در این جنگ داخلی افغانستان یا به خاطر چی تشریف آوردن و در پهلوش و آمدن از اینا بام و گلها یا اهداف اینا تعیین کردن که عبارت از مبارزه با توریسم و از بین رفتن توریست ها و آوردن صلح در افغانستان و حکومت داری خوب و بازسازی و انکشاف در افغانستان، به یکیش نرسیدن. و در پهلوش افغانستان در این مدت 12 سال دستاوردهای بسیار خوب و نیک و برای خود، برای منطقه، برای جهان داشته است. ما قانون اساسی داریم، پارلمان داریم. حالا سوال اساسی این است که سرنوشت اینها چه خواهد شد؟ باید منتظر طالبان اگر بود؟ اگر ما به این باور هستم که دابنز هم این گپ که زده است یک حرکت عکس العملی به خاطر امضای معاهده استراتژیک امنیتی با اونا بوده. ولی پیش از اون هم آقای بایدن و در مجموع آقای اوباما هم گفتن که با طالبان دیگه دشمنی ندارن. بایدن هم اگر میکرد در مقابل حرف رئیس جمهور افغانستان که گفت طالبا برادر ماست، او گفت که ما هم دوست ماست. ولی آقای کلکانی، فکر میکنین که ایالات متحده آمریکا در سیاست هایش شوخی میکنن؟ ما به این باور هستم اونا از ابزار مختلف استفاده میکنن تا امو اهداف خود به دست بیارن. فعلا هم ما به این باور هستم کونا به خاطر از اینکه بتونن دولت افغانستان فشار بتن و افکار مردم افغانستان تحریک بکنن، به خاطر از اینکه معاهده استراتژیک امنیتی امضا شوه، حرفای به این گونه را ابراز میکنن. و اگر نه اضافتر از 5-6 هزار عسکر امریکا در افغانستان تلف شد، میلیاردها دلار در مصارف نظامی در افغانستان مصرف شد و بسیار از لحاظ اقتصادی اینا ضربه را متحمل شدن. اینا اگر ایر جنگ جهانی ندانستن، اینا به خاطر چی در افغانستان تشریف آورده بودن؟ اینا اهدافشون در افغانستان چی بود؟ سپاسگزارم. داود کلکانی، عضو مجلس نمایندگان و امین فرهنگ، تحلیلگر مسائل سیاسی، ممنون از حضور شما. و روزنامه نیویورکر از الفاظ زننده و نامناسب رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در نشست گروه 20 پرده برداشته است. روزنامه نیویورکر در گزارش نوشته امیدها برای مسمر واقع شدن نشست گروه 20 پس از آن از میان رفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ولادیمیر پوتین همتای روسی خود را فرد کلخر خواند.
این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت او با ما به پوتین گفته اگر فکر میکنی که من تنها کسی هستم که این گونه فکر میکنم خودت را دست انداخته ای میتوانی از مرکل، کامرون و اردوغان بپرسی آنها همه آنها فکر میکنند که تو یک فرد احمقی بر اساس این گزارش پوتین نیز در واکنش خطاب با اوباما گفته آیا باید از این مرد نحیف و لاغرندام بترسم من با خرس‌ها کشتی میگیرم پیش از این نیز رئیس جمهوری آمریکا از ولادیمیر پوتین به عنوان بچه تنبل و بی‌حوصله آخر صنف یاد کرده بود سپاسگزارم از همراهی شما هم خدا نگهدارتان